سلام صبحتون بخیر، بسیار زیاد خوش آمدین دکتر. سلامت شبانه جان، صبح شما بخیر و صبح بیننده های عزیز بخیر. امیدوار هستم روز خوب و خوش را آغاز کرده باشن و خانمایی که باردار هستن یا حامله هستن پای تلویزیون های خود وقت داشته باشن که بشینن و برنامه را ببینن و امیدوار هستم برشان مفید تمام شوه. ان شاء الله که بیننده هستن و همچنان دکتر صاحب بیشتر از شما میشنویم در مورد دوران بارداری و مراقبت هایی که بیشتر در این مدت نما صورت بگیره تا بتونه که هم مادر هم طفلی که به دنیا میاد همیشه صحتمند باشن. خب دکتر صاحب، میشه در نخست یک مقدمه داشته باشیم صحبت های ما را از یک مقدمه آغاز کنه؟ بله شبانه جان، مراقبت های دوران بارداری با یک سلسله از مراقبت های گفته میشن از یک خانم باردار که ای اصلا قبل از بارداری باید شروع شود، یعنی ارتباط داره. قبل از اینکه باردار میشه باید یک سلسله آزمایشات است و آمادگی است که برای بارداری گرفته میشه که مرتبط است در صورتی که مراقبت های قبل از حاملگی صورت میگیره نزد یک خانم بیشتر مشکلات کاهش میده نزد خانم و بعد از او میایم و مراقبت های زمان بارداری که این نزد خانم ها خیلی مهم است و توجه جدی نیاز داره، حالان که ما بیشتر با خانمای روبرو میشیم یا میبینیم خانمانه که در دوران بارداری زیاد بر خود توجه نمی داشته باشن و جدی نمیگیرن مراقبت های دوران بارداری را، ولی در حال است که مراقبت نکردن از یک خانم حامله ممکن بر مشکلات بزرگ بیانجامه یا طفل ناقص به دنیا بیاید و یا ولادت های قبل از وقت را به وقوع پیونده. یعنی در کل میتونیم بگوییم یکی از حالات مهم زمان بارداری و حاملگی است و یا حاملگی است که باید مراقبت صورت بگیره. دقیقاً دکتر صاحب، شما اشاره به این داشتین که این چون ارتباط داره به همدیگر که قبل از اینکه حامله شون یک خانم باردار شوه، همون نکات را باید در نظر بگیرن. بیشتر بعضی از خانم ها را میبینیم که اضافه وزن هستن و یا هم توانایی بیش از حد را ندارن یا توانایی خوب را ندارن چنان که یک خانم نرمال داره و اینا حمل میگیرن. کینا در دوران بارداری چقدر میتونه تاثیرگذار باشه و همچنان مشکلات زیادی را در قسمت اینکه خانم های باردار هستن حمل دارن ایجاد بکنن؟ از هر نگاه یک خانم باید قبل از حاملگی آماده شوه. آماده سازی قبل از حاملگی است یا اسسمنت قبل، ارزیابی قبل از حاملگی است. اما ما مطمئن هستم در بیشترین واقعات فیصدی بیشتر انجام نمیشه. خوب هر صورتش زمانی که حمل میگیره یک خانم اگر ارزیابی قبل از حاملگی نکرده، پس در زمان حاملگی باید جدیتر پیش برن. یعنی به اندازه مراقبت که نیاز است دو چند یا سه چند کوشش به خرج بدن تا جلوگیری از مشکلات نزد یک خانم شوه. مثلا خانمایی که ضعیف هستن و یا توانایی بارداری را نمی داشته باشن یا بعض مریضی ها می داشته باشن که یک خانم باردار مثلا امراض قلبی بعض حالاتش هست که یک خانم نباید عمل بگیره، امراض هورمونی است، تایراید است، بعض حالات است که یک خانم نباید عمل بگیره. در صورت که عمل میگیره ممکن بر طفل و بر خودش خطر مواجه باشه، لیکن در صورت که حمل گرفتن باز در جریان بارداری مراقبت های جدی باید صورت بگیره، تحت نظر متخصص همو بخش باید باشه تا از مشکلات نزد خود مادر و نزد طفلش جلوگیری شود. بسیار خوب دکتر صاحب، در دوران بارداری بیشتر نکات مهمی که هست خانم های باردار در نظر بگیرن، بیشتر کدام نکات هست؟ از نظر تغذیه که می داشته باشن، مواد خوراکی که استفاده میکنن، در قسمت برداشتن وزن های زیاده که بیشتر مشکلات را ایجاد میکنن، میخوایم در این مورد هم بشنویم از شما. هر بخش یک ارزیابی مشخص خود را نیاز داره و مراقبت مشخص خود را نیاز داره. یعنی از خوراکی ها گرفته تا ورزش، تا حرکات، تا نشستن، برخواستن، در زمان حاملگی هر کدام از خود یک شیوه مشخص را داره که من مطمئن هستم متاسفانه انجام نمیشه، ولی بر خانمای کمی لحظه ما را تماشا میکنن. بر از اینا گفتنی می است که برنامه را خودشان ببینن، با دقت
موضوع را بگیرن ازش و بر خانمای دیگه که حامله هستن بتونن این پیام را برسانن. مثلا ما میاییم به سوال اول شما که چی مراقبت ها نیاز است. در قدم نخست خو یک خانم حامله باید تحت نظر متخصص باشه در جریان حاملگی خود، که این بخش حاملگی را به سه بخش به سه ماه تقسیم میکنه، که ترایمستر اول، دوم و سوم حاملگی میگن برش. و در ترایمستر اول یک اندازه مشکلات خانم زیاد میباشه، تغییرات هورمونی دفتن در وجودش رخ میده، مشکلات نستش موجود میباشه. و سه ماه اخیر حاملگی که هست، این زمان به خاطر از این مهم میباشه که نزدیک ولادت میباشه و حاملگی ها به خاطر ولادت طفل میباشه و وزن طفل بسیار زیاد میشه، وزن مادر هم رایج زیاد میشه، یعنی از هر نگاه مشکلات خود را داشته میباشه. اولین کاری که میکنن تحت نظر متخصص باشه از معاینات عادی که یک خانم حامله باید انجام بده. در ابتدا هر ماه یک بار باید معاینه شوه تا ماه هفتم. ماه هفتم و هشتم دو مرتبه، در این ماه باید دو مرتبه یا سه مرتبه، در صورت که نیاز نیست به صورت عادی به صورت نرمال باید مراجعه کنه بر دکتر. و در ماه نهم باید چهار مرتبه، یعنی هفته یک بار یک خانم معاینه شوه، ولو که هیچ مشکل عراض علائم نداره. و گذشته از معاینات عادی که انجام میشن ازش، معاینات اولتراساوند است که بعضی ها به این مفکوره هستن که معاینات اولتراساوند نزد خانمای حامله مشکل ایجاد میکنه. این قطعا حقیقت نداره و کدام ریشه طبی نداره. یک خانم حامله باید در جریان بارداری اولتراساوند شوه. مثلا اول در زمان ابتدا که از حمل میخواید مطمئن شوه یک اولتراساوند نیاز است. بعد از گذشتن سه ماه یا ترایمستر اول، زمان که جنین تشکیل میشه، به خاطر رد بعض انومالی ها یا سالم بودن طفل مطمئن شوان اولتراساوند بعدی نیاز است. و بعد همونطور در ماه های اخیر به خاطر پرزنتیشن یا وضعیت طفل که وضعیتش به کدام وضعیت است، یعنی بعد پا بودن و بسر بودن طفل که بیشتر تشویش خانمایی است. لیکن یک موضوع رو بر خانما بگیم، زمانی که بر دکتر مراجعه میکنن و بر خانما میگه که طفل به پای است و او ماه 6 و 7 میباشه، این خوابال یک مشکلی است که از طرف دکتر صاحبانه باید برشان گفته شود، چون طفل در حالت تغییر می باشه در ماه هفتم و هشتم و ششم. زمانی که ماه نو شد او حالت میشه که ما باز وضعیت طفل تعیین کنیم، که اگر اونمو پرزنتیشن سفالیک یا بسر نبود طفل، بپا بود یا بریج بود، هر مشکلی که داشت میشه ذکر کنیم. و بعد از این مسئله غذا است. بعد از معاینات خانمای حامله باید غذا را بارها آمده مصاحبه خودم گفتیم به مقدار کم به تعداد اوقات زیادتر استفاده کنن، غذاهای بیشتر مقوی و مغذی استفاده کنن، از غذاهای سرخ شده و بیشتر چرب و نمکی بپرهیزن. و مسئله دیگه حمایت فامیل بسیار مهم است. متاسفانه ما یک مشکلی که داریم، یک خانم تا زمانی که تب شدید، درد شدید، یعنی علائم نداشته باشه که بچه‌شم دیده شوه، هیچ فامیل، اکثر فامیل ها، بعض فامیل ها استثناء وجود داره، راضی به این نیستن که خانم ها به مراقبت نزد دکتر ببرن. متاسفانه مخصوصا از طرف خانم هایی موضوعات در بعض فامیل ها می باشه، که ما خواستم از او خانم هایی است مسئله را جدی بگیرن و مراقبت خانم های حامله را مد نظر بگیرن تا در آینده از بروز مشکلات و خطرات بزرگتر برای خود مادر و طفلش جلوگیری شود. بسیار خوب دکتر صاحب، یک سری از باورهای نادرستی که در بین فامیل ها وجود داره و یه است که در یک خانواده همیشه یک دکتر وجود داشته، بدون توصیه دکتر صاحب بله. خانم هایی که باردار هستند توصیه میشه که بیشتر فعالیت نداشته باشن. شما اشاره به این داشتین که ورزش داشته باشن، اونا فعالیت های فیزیکی نداشته باشن، از یک سری از غذاهایی که مفید هست ولی با باورهایی که هست اجازه نمیتن که از او غذاها نوش جان کنن. این باورها چقدر میتونه مشکلات زیاده را به بار بیاره؟ میخوایم بشنویم از شما. بارها در مصاحبه های خود در این مورد گفتیم که لطفا تبابت و خوددرمانی ها را کنار بگذارین، تبابت های خانگی را کنار بگذارین. فعلا ما در عصر هستیم که یک دانشمند با هزار مشقت و مشکلات یک دوا را می سازه بالای
چندین مرحله بالای انسان و حیوان تطبیق میشه، عوارض جانبی و مفاد و تمام مسائلش شناخته میشه، ولی با وجود از اون بعد از یک چند سال، بعد از یک مدت فهمیده میشه که این دوا نه، در اون زمان قبول شده بود، امروز عوارض جانبی داره دیگه رد میشه. یعنی با تمام امکانات یک دوا رد میشه. باز بعض از افراد که در خانه تشریف دارن، مطالعاتشان از عوارض جانبی و مفاد هیچ مواد وجود نداره، چطور میتونن یک تصمیم خودسرانه را بگیرن؟ از بعضی غذاها پرهیز میکنن. بله بله. دکتر صاحب فعالیت های فیزیکی ورزش نمیکنن، اصلا اجازه نمیتن که فعالیت داشته باشن. این هم میتونه بیشتر ضرر داشته باشه. طبعا مشکل ساز است، مشکل میسازه، مخصوصا در ترایمستر سوم زمانی که آغاز میشه. خانم یک اندازه فعالیت های خود را باید داشته باشه و میتونن حال خو اثر اینترنت از خانمایی که دسترسی دارن از اینترنت میتونن بعض فعالیت ها را ببینن و اونایی که نداره بعض فعالیت ها را مثلا ما زمان نشستن یک خانم معامله باید همیشه متوجه به این باشه که کمرش به صورت عمودی یا راست باشه زمان نشستن و زمانی که میخواد یک وزن بلند کنه با دو زانو بر روی زمین زانو بزنه، وزن بلند کنه و از جای خود استاده شوه، یا زمانی که بالای توشک نشسته وقتی میخواد بالا شوه دستاره به زانو بانه بلند شوه. این حالات است که یک خانم معامله باید مد نظر بگیره و ورزش های مشخصی هم که برای عاملگی است یک خانم باید انجام بتیشه و عرض علائمی که در زمان بارداری است میایم روی ازی مشکلات که در زمان بارداری نزد یک خانم ایجاد میشه، از دل بدی ها گرفته، سوزش سر دل است، قبضیت نزد بعض خانم ها، نزد بعض خانم ها ممکن احصالات به وجود بیاید. بعض خانم ها خیلی حساس میشه در مقابل هر مواد غذایی، حتی ممکن از خود حساسیت نشان بدن و هموروید یا بواسیر است که در زمان حاملگی به خانم ها ایجاد میشه و علت شما مقبضیت های زمان حاملگی میباشه و این تمام تاثیرات هورمون است که بالای هر ارگان تاثیر میکنه و یک خانم در زمان برداری دچار مشکلات میکنه. پس بعض مشوره های کس میشه اونا را مد نظر گرفته و مشکلات نزدشان از بین بره. بسیار خوب. خب دکتر صاحب کوتاه اگر اشاره به این داشته باشیم از نگاه حالت روحی و روانی یک مادر چقدر باید در آسایش باشد تا بتونه که در زمان ولادت یا هم همون بارداری بیشتر حالت خود و جنینش همچنان درست باشه؟ بله، دانشمندا ثابت ساختن آوازهایی که در اطراف مادر می باشه طفل به او عکس العمل نشان داده. بله. یعنی زمانی که طفل در داخل بدن مادر هم می باشه از تمام اوزایی که در بیرون است در ارتباط به او اوزا می باشه و به او اوزا عکس العمل نشان میده. بله، به این خاطر اوزای روحی مادر در محیطی که مادر زندگی میکنه بسیار مهم است برای طفل و حتی برای تربیت طفل. روانشناسا میگه از زمان داخل بطن باید طفل تربیت شود. یعنی با کدام حالات که میباشه، کدام آوازها که در اطرافش میباشه با او تطابق میکنه. پس حمایت یک فامیل در جریان بارداری یک خانم بسیار مهم است و به خاطر یک طفل سالم یک فامیل باید بسیار مراقب یک خانم عامله باشه. و سلامت باشین. تشکر دکتر صاحب. خب سپاس از همراهیتان. توصیه خوبی را که دکتر صاحب داشت انشالله که شما هم مستفید شده باشین. تا برنامه بعد و دیدار بعد، الله یار و مددگارتان. بقیه برنامه های تلویزیون خورشید را فراموش نکنین.